نامه صحبتمون درباره زبانهای نابود. اول قرنتیان 14:22 زبانهای نامورده نشانه ایست نه در مورد ایمانداران بلکه در مورد بیمانان. زبانهای ناموخته نشانه ایست نه در مورد ایمانداران بلکه در مورد بیماران. سلام دوستان عزیز، کتاب مقدس میگه یک زبان نه در مورد ایمانداران. برای ایمانداران نیست، در مورد ایمانداران نیست، برای کلیسا نیست. و واضح به شما بگم، خدا مایل نیست که این زبان رو در کلیسا به کار ببری، در کلیسا استفاده کنی. عزیزم، این زبان زبان قضاوته، این زبان زبان برای داوری است، زبان دادرسی است، زبان حکم. دادنامه میده، قضاوت میکنه، حکم میکنه، هشدار میده. زبان دادرسیس محکوم میکنه. این نوع زبان هدیه داده شده که مقابل کافران استفاده بشه، اونایی که ایمان ندارن، به عیسی مسیح ایمان ندارن. خدای زمین و زمان عیسی مسیح ایمان ندارد که او خداست و انسان شد، جسم گرفت و روی صلیب جلجتا به خاطر گناهان من و شما جان به گناهشون داد. این زبان هجیه شده در مقابل بیمانان استفاده میشه. شاید بپرسی چگونه بدانم تا آن را در کلیسا استفاده کنم؟ جواب ساده است، زبانها در کلیسا از یک نظم و دستور عمل ترتیب شده پیروی میکنند. کتاب مقدس این نظم و دستور عمل
و سبک استفاده را به خوبی روشن کرده است. اگه به شما گفته بشه که بچه ها رو به ترتیب قد به خط کنید، چرا کد عمل رو نادیده می کنید؟ زبان قضاوت، زبان حکم، زبان رأی، زبان داوری، زبان دادرسی و دادنامه. این در مورد ایمانداران نیست و در مورد ایمانداران نیست به این معنی نیست که ایمانداران نباید آن را استفاده کنند. یادتون بیاد پولس گفت خدا را شکر که من از همه شما بیشتر در زبانها صحبت میکنم. عیسی خودش در مرقس 16:17 گفت که ایمانداران در زبانها سخن خواهند گفت. عزیزم، تا ایماندار به زبانها صحبت نکنه چگونه بیمانان آن را خواهند شنید؟ گوش کن چه میگه. زبانها نشانه است، علامتی است که به کافران گوشزد کنه، با آنها هشدار بده. برای چی؟ که آنها خدا رو رد کرده، آنها قضاوت خواهند شد، آنها محکوم خواهند شد. روح خداوند بازی نمی کنه، دروغ نمیگه، بلکه در وجدان کافران ریشه کرده و آنها را متقاعد می کند. زبانی که علامت خداوند را نشان داده، آن را دستی نمیتوان گرفت. و برای این است عزیزان که در اول قرنتیان فصل 14 خواننده را به اشیای نبی فصل 28 میبره. چرا؟ قضاوت خداوند به آنهایی که او را رد کرده در زبان ها. ای ایرانی عزیز، ای دوست خوب، مطمئن باش، به قول میدم بدون عیسی یا در خارج از عیسی تو کافر هستی. حالا هر چی میخوای اسم خود رو بذار، تو کافری، قضاوت خواهی شد. آن را دستی مگیر. زبانهای ناآموخته نشانه ایست نه در مورد ایمانداران، بلکه در مورد بی ایمانان. اول قرنتیان 14:22.